السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظوری شما میگردد. در استودیو با شما فرخ برات. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف 17 آگوست معاون سروزیر وزیر کارهای خارجه قزاقستان مراد نورتلیو را که با سفر رسمی در کشورمان قرار دارد قبول کرد. شوکت مرزیایف اهمیت گسترش منبعی همکاری های گوناگون جانبه را با قزاقستان تاکید کرد. مسئله های تحکیم منبعی مناسبت های دوستی شریکی استراتژی و اتفاقی ازبکستان و قزاقستان با مضمون نوی عملی غنی گرداندن آنها بررسی شدند. در آغاز صحبت وزیر کارهای خارجی مراد نورتلیو سلام صمیمی و آرزوهای بهترین پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جمارت توقیف را به رهبری دولت ما رساند. رهبر ازبکستان سطح بلند همکاری های دو جانبه از جمله رابطه های سودمند را در سطح پارلمان ها، حکومت ها، ماموریت ولایت ها، اهل جامعه و صاحبکاران با قناعتمندی عمیق قید کرد. کمیسی مشترک بین حکومتی و گروه کاری ثمرناک فعالیت دارند. حجم معاملات مال و مقیاس همکاری کارخانه های پیشقدمی مملکت های ما پی در پی می افزاید. چاره‌بینی های فرهنگی و بشردوستانه منتظم گذرانیده می شوند. ضمن ملاقات به فعالسازی منبعی رابطه های سیاسی، اندیشیدن تدبیرها آید به سرعت بخشیدن به لایحه ها در بخش های استراتژی اقتصادیات، توسعه برنامه های تبادل بشردوستانه، اینچنین تحکیم نیک همسایگی و شریکی در منطقه آسیای مرکزی توجه الهیده داده شد. 2022 سال 2022 سال موفقیت های نو بود. ما شاهد دگرگونی ها و قرارهای تاریخی بودیم. در نتیجه گفت و شنید پرزیدنت های مملکت هایمان ما مناسبت های اتفاقی مان را برقرار کردیم. همکاری استراتژی ما در همه سمت انکشاف می یابد. روزنامه امروزه خیلی پرمضمون است. مکالمه های سیاسی ما تا سطح رهبران کشور بالا رفته است. ما یک شورای بین دولتی و بین پارلمانی تاسیس دادیم و امروز مسئله تاسیس شورای بین وزارت های کارهای خارجی را بررسی کردیم. مقصد از آن عبارت است که علاقه دائمی به راه مانده پرابلمه هایی که در روزنامه به میان می آیند حل کرده شود. پرزیدنت ازبکستان به مسئله های تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر نمود. خبر داده بودیم که گردش مال میان کشورهایمان به 5 میلیارد دلار رسیده است و به ما دستورهای مشخص داده شد که فعالیت را افزایش داده مناسبت ها را به سطح بلندتر بردارند و با این وسیله حجم معاملات مال را به 10 میلیارد دلار رسانند. پرزیدنت ازبکستان امکانیت را در این سمت بهای بلند داد. ما برای رسیدن به مقصدمان تمام قوا را به کار میبریم. تا سال 2022 ما تقریبا 10 لایحه را عملی کردیم. امروز ما رفته اجرای 42 لایحه را محاکمه کردیم. ما وظیفه داریم که آنها را تکمیل دهیم. رهبر ازبکستان به لایحه های بزرگ ما توجه زیاد دارد. با فکرم ما میتوانیم این کار را کنیم. بنابر این رهبران مملکت های ما چنین وظیفه گذاشتند. ولایت فرغانه داری اقتدار بلند رشد سیاحی زیارتی بوده، حدود 300 زیارتگاه دارد. با این مکانها نه تنها از عالم اسلام بلکه از ژاپن و آلمان نیز مهمانان می آیند. از این جهت زیارتگاه ها آباد کرده می شود. در گزارش نوبتی امان آید باز یک تشبث نیک در راه آبادسازی قدم جای های مقدس نقل می کنیم. در محله دایماباد نهایی دنگره زیارتگاه امام محمد باقر خواجه ابو تراب که تحت ریاست خزینه وقف قرار دارد موجود است. در زبان مردمی آن را آرامگاه ترابات نیز میگویند. امام محمد باقر شخصیت تاریخی است و عبیره محمد پیغمبر و نبیره حضرت علی چهارمین خلیفه جهانی اسلام است. نام تراب تخلص است. طبق روایت ها امام محمد باقر هنگام هجوم عرب ها به کشور ما در نبرد های اهالی محلی نیز شرکت داشته، بنابر این آن به حدود محله امروزه دایماباد نهایی دنگره وارد شده است. بر شکایت کلترلگن امام باقر با مشویرگه کیگنبه دشمنلا اوراب قاد. در یک روایت آمده است که امام واحد هنگامی به اینجا آمدنش دشمنان را احاطه کردند. از بس که در وضعیت دشوار مان وارد غاری کلان شد، اما وقتی او وارد غار شد دشمنان پیدا کرده نتوانستند. معجزه خدا بسیار است، زیرا این شخص از هجوم دشمن 32 مرتبه با امر خدا امین ماندند. این قبر رمزی است، یعنی قدمجای آن کس. شاید پناهگاه الله نعسگان جای لرنی بیگی لر بوده که اوت دیگه جایی که. دیوی بو خبر رمزی. بو خبر رمزی، لکن قدم جا.
با مقصد زیارت از دور و نزدیک به اینجا مهمانان زیادی میآیند. حالا برای فراهم آوردن شرایط کافی آنها مجمعی فراغت و مراسم ها به کار اندوخته شده است. کارهای تهکرسی به آخر رسیده، به ساختمان بنا خشتی اول را گذاشتند. به گفته سازمان دهندگان در نتیجه این اقدام امکان پیدا می شود که در یک وقت 200 300 زائر را قبول کنند. بزی باش رژیمیزگه موافق علاوه بر افتتارگاه‌های نظرده تولیدن بندر دشکار طبق نقشه جنرالی ما توقفگاه‌های علاوه جدا کرده شدند. غیر از این حاجتخانه زنانه و مردانه، بیمارخانه ها، جایهای استراحتی، خانه های استقامتی و تمام معماری زمانوی و ملی موافق اسلوب معماری ساخته می شوند. نیت داریم که کارهای آبادسازی و بنیادکاری مان یک جای با خلق خود به جشن استقلال آینده سپاریم. همه کار را در یک جایگی حامیان و صاحبکارانمان به عمل براریم. ما ولایتانه از مبلغ‌لاره، این اساسی محلی حامی‌لارم از تدبیرکار‌لارم از بار خلارده حشر یولو بلن اولیاش نامیست. در مثال این زیارتگاه می‌توان گفت که ولایت فرغانه برای رشد سیاحی زیارتی نه تنها سیاحان محلی بلکه مهمانان از کشورهای خارجی نیز امکانیت‌های بلند دارد. شکوفایی زیارتگاه‌های گوناگون باعث خیلی زیاد شدن جریان آنها می‌گردد. قابل ذکر است که در ولایت فرغانه برای تعمیر زیارتگاه‌ها کارهای زیادی براه مانده شده است. خارجی دولت‌لردن مثلا آنها از کشورهای خارجی، مثلا نه فقط از مملکت‌های اسلامی بلکه از کشورهای غیر اسلامی، مثلا از کشورهای غربی، از آلمان، ایتالیا، فرانسه می‌آیند. ما مسجد مدرسه‌های تحت حمایه دولتی داریم و از همه مهمش حدود 300 زیارتگاه داریم که تاریخ فرهنگی آنها با نام متفکران پیوندند. تقریبا 40 تای آنها با اسناد قانونی به فوند وقف وابسته کرده شده، سال‌های آخر خدا خواهد در شرایط زیبا تعمیر و ترمیم، آباد و زیبا و کبودیزار کرده می شود. کلام زارلاشترلیابد. گفته می شود که در حال حاضر در 5 ابیکت دیگری وقف در منطقه از قبیل آرامگاه خواجه ابو تراب در دنگره ساختمان ادامه دارد. همچنین 3 نفر در طرح ریزی قرار دارند. کارشناسان می گویند که در یک سال دست کم 1 میلیون سیاح داخلی و خارجی از موضع‌های سیاحی زیارتی دیده می کنند و تعجب آور نیست که در نتیجه تدبیرهای نو این شماره به 2 میلیون و حتی بیشتر از آن می رسد. جهانگیر صابیرف، محسن جان یوسفوف، شاخیار قیوم مخصوص برای پیام روز از ناحیه دنگره. در مرکزی بکار تامین کنی ناحیه سوخ یارمرکه مهنت با تشبث شعبه کارهای داخلی شده گذشت و در آن چاره های بکار تامین نمودن آنهایی که در روی خط پروباسیه میباشند اندیشیده شد. بکار تامین نمودنی اهالی یکی از مهمترین جهتهای ترقیات جمعیت انسان بوده، راه های حل معماهای وابسته به مسئله های مهنت و طلبات و پیشنهاد مهنت در مرکز اساسی دایره این موضوع میستد. از این رو امروز در جمهوری ما به مقصد تامین شغل جوانان چند لایحه عملی کرده می شود. برای ادامه پی در پی اصلاحات که به مقصد وسیع نمودن شرایط به حیات مستقلانه وارد شدن جوانان، به پررگی نشان دادن استعداد آنها، چاره‌بین های گوناگون برگزار گردیده است. زیرا جوانان فردی کشور بوده، هر یک مملکت در منبر جهان با جوانان صاحب استعداد خود به موقع صاحب می‌گردد. امروز در نوحی سوخ یارمرکه جایهای کاری برای افراد آزمایشی برگزار شد. در همکاری با پراکراتوری ناحیه با مقصد بکار تامین نمودن شخصان تحت نظارت گروه تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی نوحی سوخ، یارمرکه جایهای کاری تشکیل کرده شد. با یک نفر اشتراکچیان یارمرکه راحت برای تحصیل در مرکز تعلیمی شهر مرغلان داده شد. با 4 نفر جوان تحت نظارت با کارخانه‌های تازه حدود و آبادگردانی ناحیه اجازتی کار داده شد. با شخصان نظارت شونده که در یارمرکه اشتراک داشتند، اینچنین آید به مسئله های مهنت و آغاز تجارت مصلحت های ضروری حقوقی داده شد. من امروز شعبه کارهای داخلی که یک جویا من روی خط نسورگی قرارها که اشتراک کشنده مهنت یارمرکه گذراندن و در همین روزنده تشکلات مونده 300 تا جوی کوله موجود اینجا امروز قرب 20 نفر همون روحتن میسورگی قروها اشتراک کردن تا اینجا 7 نفر شون با وای کرشت اون جو کول کاشت یک تا وشون وای با خوندا مگس کرشت تا اینجا مثلا دوی مگر اشتراک نه نرکه ما هم مراجعت کنا جو خول بسیار فقط خوشی خوش مهنت کرام بوشه قروها من مو کول کده تام میکنه کور اگر مراجعت کنن که جای خولمه بسیار 300 تا جای خولمه آیند
موافق معلومات هایی به ما داده جوانان را نه فقط به کار تامین میکنند بلکه آنها را به سمت های مختلف به تحصیل 3 ماهه فرستاده صاحب دیپلم میگردانند که آنها در آینده موافق متخصصیشان امکانیت در هر جا کار کردن صاحب میشوند. جنبه مهمش در آن است که جوانان در دوام تحصیل 3 ماهه به محصولات های آذوقواری جای خواب و ترانسپورت رایگان یعنی بی پول تامین کرده میشود. بینندگان عزیز بخش خبری پیامی روز دوام دارد و حالا به شما شرح مختصر خبرهای مهمترین و آخرین روز را میرسانیم. توجه کنید. نفت و گازی موجود بوده به خلق ما در کار است. ما آن را فروخته نمی توانیم. ما چون بعضی مملکت ها به واسطه فروش نفت و گاز انکشافی بلند را تامین کرده نمی توانیم. گاز و نفت موجود بوده فروخته نمی شود. آن به خلق ما در کار. امسال در این باره بسیار کارها را عملی کردیم که خلق ما آن را در زمستان حس می کند. گفت پرزیدنت شوکت مرزیویف. فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان در باره مکافاتانیدن نشانی سرسینگی فعال تدبیرکار صاحبکار فعال اعلان شد. در بین مکافاتانیده شدگان یک گروه نمایندگان ولایت فرغانه نیز هستند. حجات های تاریخی بایگانی ازبکستان به فهرست بین المللی یونسکو وارد کرده شد. ماهیمه سال جاری در جلسه 216 شورای اجرایی یونسکو قرار درباره وسیع گرداندن فهرست بین المللی خاطره جهان قبول شد. از ازبکستان به این روی خط 2 حجت وارد کرده شد. مجموعه بایگانی دیوان قوشبگی امارت بخارا اثرهای مولانا جلال الدین رومی می باشد. در ازبکستان رقم تلفن را دیگرگون نکرده اپراتور را دیگرگون کرده ممکن است. مثلا شما از اوزموبایل استفاده میبرید اما شما میتوانید به عوض کردن رقم تلفن با بیلاین یا یوسل گذرید یا برعکس. برای قبول آنلاین به صنف یکم امکانات نو اعلان کرده شد. منبع شهروندانی که جای استقامتی دائمیشان در ناحیه ها است میتوانند به قبول صنف یکم مکتب های تعلیمی میانه عمومی که در شهر تاشکند و مرکز های ولایتی جای گیرند و جای های خالی دارند آنلاین عریضه سپارند. در ناحیه سوخ همه نمودهای میوه پرورش کرده می شود و اساسی ترینش میوه های زردالو و سیب می باشد. طبق معلومات های ناحیه سوخ به بازارهای کشورمان در یک سال نزدیک 15,000 تن سیب رسانیده می دهد. سیب میوه معمول اشتها آور بوده زیبی هر دسترخوان است و برای سلامتی فایده آور می باشد. آن نوهای گوناگون دارد که معمول ترین آنها خوبانی، پیش بزک، شکرک، تروشک، کریپسون، انتونی، اشترخانی می باشند. سیب را برای تیار کردن مربا و شربت نیز استفاده می برند. در ناحیه سوخ نیز یک چند نمود سیب پرورش کرده می شود. نوهای سیب جنتان ستارک، کریپسون، رنس مارینکا، زیبوی سرخ، نفیس در ناحیه سرخ پرورش کرده می شود. نوهای پرورش کلند. طبق معلومات اگنتی امور در ماه ینور می سال 2023 ازبکستان به 7 کشور جهان 4400 تن سیب به مبلغ 1.8 میلیون دلار اکسپورت کرده است. اکسپورت سیب نسبت به همین دوره سال 2022 702 تن کم شده است. کشورهایی که ازبکستان در 5 ماه سال 2023 بیشتر سیب اکسپورت کرده است: قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، قرغیزستان و تاجیکستان بوده. بیشترین آن به قزاقستان اکسپورت کرده شده است که حجم آن 2.5 هزار تن را تشکیل می دهد. در نوحه سوخ باشد قسم زیادی بازارها را سیبزارها تشکیل می کنند. سوخ تومانمزدگی شرکت و فرمر خوجالیکلر همده باشقا قشلاق کارخانه خوجگی ها و دیگر مؤسسه های خوجگی قشلاق ناحیه سوخی ما همگی 1200 گکتر باغ دارند که در 464 گکتر سیب، 738 گکتر زردالو، 9 گکتر گیلاس، 7 گکتر چارمغز و 9 گکتر باغ های دیگر میوه ها میباشند. 9 گکتر نو باشقا میوه تورلاری تشکیل اتاد. اقلیم ناحیه سوخ با پرورش نمودهای گوناگون میوه ها مساعدت میکند. وقتهای اخیر پسته و بادام پروری نیز به راه مونده شده است. متخصص سونی ساحه خوجگی قشلاق بر آنند که در کوه و کوهپاره های ناحیه سوخ تشکیل نمودن پلانتاسیه های پسته و بادام موافق مقصد می باشد، زیرا این نمود میوه ها آب را نسبت دیگر میوه ها خیلی کم طلب می کنند. بخش خبری پیامی روز را صحیفه دنیا 24 دام می دهد که به شما توسط آن خبرهای مهمترین و اساسی ترین جهان را می رسانیم. آسمان کانادا بنابر سوختار جنگل ها سرخ شد. حالا جریان کوچاندن 22,000 ساکن شهر یلو نایف ادامه دارد. دودی آتش سوزی جنگل های کانادا به آمریکا رسیده. هوای بیش از 12 ایالت شتات های متحده آمریکا از جمله نیویورک، میچیگان، اوهایو و مونتانا را تیره میگرداند. سوختار در جزیره تنریفه اسپانیا از نظارت آتش نشانان بیرون رفت. حالا میدان آتش سوزی با 3200 گکتر برابر شده است.
نهنگ خوشی سید کردن نداشت و خواست سید ماهیگیران را مفت خورد. این حالت در پریموری رخ داد. ماهیگیران پس از سید ماهی به نهنگ دچار شدند که خواست ماهی آنها را بخورد، ولی چون به هدف نرسید ماهیگیران را آرام گذاشت و زیر آب رفت. فرودگاه فرانکفورت بر اثر بارشات شدید زیر آب ماند. تقریبا 70 پرواز الکی لغو شده، زیرا هواپیماها هیچ امکانی پرواز کردن را ندارند. علاوه بر این در منطقه بر اثر رعد و برق و باران شدید دسترسی به نیروی برق نیز مشکل شده است. استانبول میتواند به زودی به خشکی شدید دچار شود. به دلیل کم پر شدن آب انبارها همگی برای 2 ماه آب باقی مانده است، خبر میدهد شبکه تلویزیونی اخبار. وضعیت از آن سبب باز هم بدتر شده است که در شهر درآینده نزدیک بارشات در نظر نیست. مقامات از ساکنان محلی دعوت میکنند که صرفه کار باشند. هنگامی مسابقه ماهیداری مرغابی پول با آدمان به دریا افتاد. حادثه در اندونزی رخ داده است. با گفته پلیسیا 32 نفر در این حادثه زخمی شدند. در نتیجه براه ماشین افتیدن هواپیما قریب 10 کس وفات کرد. بر اثر معلومات پلیس، این حادثه در ایالت غربی سیلانگور رخ داده است. 2 خلبان هواپیما و 6 مسافر، اینچنین رانندگان ماشین و موتورسیکل در جای واقع هلاک شدند. پس از برخورد آتش شدید سر زده است. بینندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به بخش خبری حسنی انجام می بخشیم، اما شما ما را ترک نکنید، زیرا برنامه های تلویزیون سرخ دوام دارد.